از این لحظه به بعد همزمان با این بازیش سایر بازی‌ها که امشب به صورت همزمان در شهرهای مختلف کشور دو هفته پایانیش برگزار میشه سوت آغازش زده شد. حرکت به سمت دروازه آغاز شد. واقعیت برای بازیکنان شهر خود رو یه ضربه و توپی که از محمد قاضی زده میشه و به بیرون میره. این بازیکن استقلال و همچنین فولاد حائز اهمیت از همچنین تراکتور پشت محوطه جریمه یک شلیک تماشایی شوتی زد مهدی کیانی با تمام قدرت و با تمام وجود و باز تیر دروازه که هفته هاست داره سپاهان رو با بدشانسی همراه میکنه. یک بکپاس عالی شلیک دیدنی به تیر دروازه ی رحمتی. بازیکن بیرون منطقه جریمه هستن. سروش رفیعی حالا توپ رو میفرسته کیروش استنلی. خیلی از بازیکنهای سپاهان تو این هفته تو افت هستن. یه بار دیگه موقعیت یه فرصت عالی و تکلیک اجازه کار رو نمیدن. امید نورافکن حرکت به سمت دروازه آغاز شد. خود امید نورافکن یه بازیکن از سمت راستش میدوه که حسینی است. میره به حسینی. سه بازیکن روی خط در مقابلش هستن. این پامپا میکنه خود حسینی میفرسته توپ رو روی دروازه. همچنان موقعیت و به هر طریق ممکن رحمتی توپ رو دور میکنه. زمین دوباره جا برای ارسال توپ. یه بازیکن داخل محوطه جریمه. یه موقعیت دیگه داخل محوطه جریمه. نورافکن یه تعویض برای سپاهان در راه. حسینی میتونه دور بزن و سانت کنه. میفرستن روی دروازه ضربه سر از کیروش استنلی و کورنری قرار گرفته. میفرسته یک ضربه سر و گل. گل برای سپاهان و شایان مسله. چه گلی زد در این مسابقه. بالاخره مدافعین بلندقامت شهر خودرو هم غافلگیر میشن و مسله با انگیزه میاد و دروازه رو باز میکنه. سابقه کار یک بر صفر میشه. کورنر بی نقص و عالی سروش رفیعی و اینم پرواز تماشایی تره شایان مسله. عالی فرستاد. قدر این ارسال رو دونست مدافع پیشتاخته سپاهان. ببینید همه مراقب کیروش استنلی و موهبی بودن اما این پرواز سر تماشایی و ضربه سر مسله. موقعیت داره مهربان خلعتبری. یه بازیکن روی پاش میاد خود خردبری بازی رو باز میکنه. یه بازیکن از چبرکت کرده یه ضربه از روی دور خطرناک. کیانی حرکت رو آغاز میکنه. کماکان خود او همچنان موقعیت سروش رفیعی. خود رفیعی میتونه ضربه رو بزنه. حالا این کار رو میکنه و گل. گل دوم برای سپاهان روی حرکت تماشایی سروش رفیعی. چقدر خوب کار کردن بازیکنان سپاهان و دفاع چندایه شهر خود رو باز میشه. چرا سپاهان این بازی خوب رو نمیکرد توی هفته های گذشته؟ درسته از داوری هم خیلی آسیب دید اما اگه این بازی ها هم میکرد انصافا داوری هم حریفش نمیشد. قدرتمندانه زد و توپ رفت به همون جایی که باید میرفت. نگاه کنید با پای راست طاق دروازه رحمتی که باز شد بهش رفت به همون جایی که هواداران علاقمند به تیم سپاهان براش 70 دقیقه بیتابی کرده بودن. البته گل اول به ثمر رسیده بود اما گل دوم که خیال اونها رو راحت تر بکنه با این ضربه غیر قابل مهار سروش رفیعی. محبی کماکان سپانیا داخل محوطه جریمه. یک و دوهای موفق فرصت داره گل سوم. همکاری تیمی بازیکنان سپاهان ره به جایی نمیبره. فرصت برای سپانی ها. ببینیم قسطانی چه کار میکنه. میتونه پاس بده. حالا این کارو میکنه. موقعیت برای گل سوم اما پای رحمتی این اجازه رو نمیده. حرکت برای شهر خود رو سریع اضافه میشه در حمله. موقعیت برای ضربه زنی. یک ضربه از راه دور. این توپی نیست که نیازمند رو بخواد به مخاطره بندازه. برای نعمتی با پای چپ ارسال میکنه روی دروازه. خطرناکه اما میگیره توپ رو. پیام نیازمند. مرکز اصفهان بازی پرسپولیس و گلگهر هم 3-3 میشه که این دیدار به صورت زنده و مستقیم تقدیم توپ کرد. چه توپی گرفت پیام نیازمند. چه توپی گرفت. واقعا باید آفرین گفت به دروازه‌بان جسوری مثل نیازمند. ضد حمله دقایق پایانی سپاهان و توپی که حالا خطا اتفاق میفته و اینجا سوت پایان این مسابقه به صدا در میاد. برتری 2-0 سپاهان
در مقابل شهر خودرو، امیدواری در هفته‌های پایانی ناکامی شهر خودرو برای رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند.